چرا روی مسلمان واقعی ما بحث بکنیم؟ به خاطر ازی که نماز میخوانیم خیانت میکنیم، نماز میخوانیم رشوت میخوریم، نماز میخوانیم ظلم میکنیم، نماز میخوانیم تجاوز میکنیم، نماز میخوانیم زنا میکنیم، نماز میخوانیم اختلاس میکنیم، نماز میخوانیم مردم را گل میزنیم، نماز میخوانیم به مال مردم دست دراز میکنیم، نماز میخوانیم به ناموس مردم تعرض میکنیم، نماز میخوانیم با مردم خیانت میکنیم، نماز میخوانیم با مردم فریبکاری میکنیم، نماز میخوانیم در جان مردم میزنیم. پس بحث روی مسلمان واقعی و غیر واقعی است. گاهی اوقات انسان متاسف میشه، انسان دردمند میشه، انسان را غم میگیره، پریشان میشه. درست کسی پیام روان کرده بگو فقاری سب پشت بعض پلاستیکا نام الله نوشته سگری به زمین بوفته چه قسم میشه؟ گفتم در واتساپ پیام بگذار. واتساپ پیام گذاشته بود، عکسشم روان کرده بود، دو دقیقه بعد باز تماس گرفت، در دقیقه بعد باز تماس گرفت، گفتم در بازار هستم خیر، باز جواب میدم. گپ مسر چی هست؟ ما اگر قرآن به زمین بیفته زودترین فرصت به مسجد مراجعه میکنیم، جناب مولایی صاحب، قاری صاحب، عالم صاحب، قرآن از ما به زمین افتاد چی صدقه بدم؟ آیا کدام روز کسی سوال کرده که حکم خدا به زمین افتاد صدقش چی میشه؟ راه حل چی هست؟ میبینه که مسلمانی واقعی و غیر واقعی از این جایی تفکیک میشه که ما قرآن وقتی میفته در حالی که اگر سهوان بفته پروا نداره، سهوان خواهر کار از انسان میشه، ولی که قصدن ما خیانت میکنیم، قصدن ما فریبکاری میکنیم، قصدن ما در جان مردم میذاریم، قصدن ما مردم را گول میزنیم، قصدن بالای سر مردم کلا میگذاریم، مشکل هست. حتی این جرأت را نداریم که بارها در سخنرانی هم یادآوری کردیم که ما به مردم گفته نمیتونیم که یا ایها الناس کونوا مثلنا، ای مردم مثل ما نباشه، مثل ما باشه، این تو گفته نمیتونیم مردم را. آیا در بین ما شما از ما گرفته پس تا مرا کسی هست که بردگه مسلمان ها یا به غیر مسلمان ها بگوید که مثل ما باشن؟ آیا رئیس جمهور اجرأت را داره که بگوید مثل ما باش؟ آیا وزیر اجرأت را داره که بگوید مثل ما باش؟ آیا عالمی که در محراب تبلیغ میکنه نماز میده با مردم اجرأت را میتونه که بگوید مثل ما باش؟ ما خود من حیث ای که یک دعوتگر، یک جایی که یک کم بلند نشستم، همین جرأت خودم شخصا ندارم که حتی به شما بگویم که مثل ما باشن، چرا که من خوب نیستم، چرا که تاجر ما خوب نیست، دکتر ما خوب نیست، انجینیر ما خوب نیست، عالم ما خوب نیست، اما فرد که جاروکش یک سرک هست خوب نیست، به استثنای خوبی ها، به استثنای خوب ها در جایش. و قلیل من عبادی الشکور، کم کم از بنده ها هست، انکار نمی کن، انسان های خوبی وجود داره. دین مجموعه از بایدها و نبایدهاست، این کار باید انجام بگیره، این باید نشوه، این شوه، این باید و این هم نباید، این دین میگه بره همی گرده. وقتی به دکتر مراجعه میکنیم، محض گرفتن این نسخه از دکتر ما را کفایت نمیکنه، تا زمانی که این چیزی که دکتر برای ما نوشته کرده با او عمل نکنیم، چیزی که پرهیز کردن از او پرهیز بکنیم، چیزی که ما را گفته انجام بدیم انجام بدیم، بعد از او ما صحت یاب میشه. به محض از اینکه یک ورزشکار یا یک شخص ورزشکار حرفه‌ای شه، به محض ثبت نام در باشگاه و ورزشگاه و کلب نمیشه که نام خود را ثبت کنه و ما او ورزشکار بگوییم. ای باید عمل کنه، ای باید کار بکنه، ای باید زحمت بکشه، ای باید عرق برزانه، ای باید گپ استاد خود را قبول بکنه. به محض اسلام که ما در تذکره ما اسلام نوشته باشه، ما مسلمان حرفی باشیم یا مسلمان تذکره‌ای باشیم، کفایت نمیکنه. اسلام برای ما و تو برنامه داره، اسلام برای ما و تو پیام داره، اسلام برای ما و تو نقشه تعیین کرده. به می خاطر پیامبر مسلمان را نشانه هایش را بیان میکنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان کسی است که دیگه مسلمان ها از آزار دست ها و زبانش در امان باشه.
ما امروز که مسجد میم از کافر نمیترسیم کافر بوتهای ما را ندوزده، مسلمان میدوزده. ما امروز که جای سفر میکنیم از این نمیترسیم که یک کافر نیای خانه ما را نزنه. از همزو مسلمان خود، همزو موجود دوپا میترسیم، از همون موجود دوپایی که در صف اول نماز هم گاهی اوقات استاد میباشه، از اون میترسیم. ما از دیگه کس ترس نداره، بالاخص مسلمان خواست کافر نمیترسه. به این خاطر باید بحث روی مسلمانی واقعی شود. نشانه های مسلمانی واقعی چیست؟ اگرچه خیلی نشانه ها داره، خیلی نشانه ها در احادیث پیامبر، در آیات قرآن کریم توسط سلف صالح به ما نقل شده. یکی از ویژگی های مسلمانی واقعی راستگو بودن هست، راست کردار بودن هست، راست اندیشیدن هست. اسلام در مسلمانی شخص آنقدر داخل شده، آنقدر اسلام در او آمیخته که راستی و درستی و راست کرداری و راست گفتاری رأس تمام کارهای شده. متاسفانه گاهی اوقات میشه که تا زمانی که دروغ نباشه ما راست نمیگیم، تا زمانی که دروغ باشه راست نمیگیم. حتی رسول الله دروغ را در مزاح کردن منع میکنه. ما در گپهای درست خود، در گپهایی که باید راست بگوییم، راست گفته شد و در راست نمیگیم، در حالی که رسول الله میگه در مزاحتون دروغ نگوید. در مزاح گفتنتون، مزاح که میکنین با مردم فریب کاری نکنید، دروغ دوج حتی نگوید. رسول ما صلی الله علیه و آله میفرماید، میگه صداقت و راستگویی و راست کرداری و راست گفتاری انسان را به نیکویی میرسانه و نیکویی انسان را به بهشت سوق میده. برعکس دروغ انسان را به سوی بدی میکشانه و ای بدی انسان را به سوی جهنم میکشانه. ادامه حدیث رسول الله میگه، میگه یک انسان آنقدر راستگو هست، راست میگه، راست اندیش هست، راست کردار هست، حتی یکتب عند الله صدیقا، تا نزد الله از جمله صدیقین نوشته میشه، انسان صادق. ابو بکر خیلی خصوصیات داره، اما پیامبر و خصوصیتی که از صدیق را تبارز میده صداقتش هست، راستگوییش هست، راست کرداریش هست، راست گفتاریش هست، راست اندیشیش هست. اولین کسی است که رسول الله را تایید میکنه. و گاهی اوقات میگه انسان درو میگه حتی یکتب عند الله کذابا، تا او زمانی که در نزد خدا انسان دروغگو نوشته میشه. خیلی شرم است که مسلمان در نزد خدا دروغگو نوشته باشه. یک شخص نزد رسول الله، ما گفت یا رسول الله مسلمان زنا میکنه؟ گفت امکان داره. چند گناه را پای هم ذکر کرد، مسلمان این کار را انجام میده؟ میگه امکان داره. مسلمان این کار را انجام میده؟ امکان داره. گفت مسلمان دروغ میگه؟ گفت نه خیر، مسلمان دروغ نمیگه، مسلمان دروغ نمیگه. ما گاهی وقت به طفل خود دروغ را یاد میدیم. دروازه دق الباب میشه، پدر به طفل خود میگه برو مخانه نیست، بگو برش که پدرم خانه نیست. بازو دروغ یاد ندارم، میگه پدرم گفت که من در خانه نیستم. چون او فطرتی از او به دروغ نهاده نشده، درون از او پاک هست، راستگو هست، راست کردار هست. ما برش یاد میریم. گاهی اوقات بعضی کسا میگه، میگه این راستگویی برای من والا خیلی تاوان کرده. این به یادت باشه، در صداقتت شاید خیلی دوستای پیدا نکنی، در صداقتت خیلی دوست شاید نداشته باشی، اما بهترین ها را داری. دقیق شدیم؟ در صداقتتان شاید خیلی دوستا را پیدا نکنید، اما بهترین ها در کنارتان میمونه. او که اصلا فکر خیانت، فکر دروغ، اندیشه دروغ هم در مورد تو در ذهنش نمیگذره. بگذار که انسان های دروغ اندیش حذف شود زندگیت، بگذار اما مشتری دروغ اندیش یا دروغ نگر از پهلویت برود. مشکل نداره که او بایی یا او کسی که فروشنده هست دروغگو هست، خیر است که اگر صادق نبود از کنارت بروه، صادق باشه در کنارت بمانه تا روزی به دردت بخوره، تا روزی تو به درد او بخوری. ولی ما گاهی وقت از ما دروغ گفته میشه، مسیر دروغ را حرکت میکنه. دروغ انواع مختلف داره، انسان باید راست رو باشه. یکی دروغ گفتن پشت الله و رسول الله هست که سخت‌ترین دروغ هست. ما جایی که استاد میشیم گاهی اوقات اشتباه میکنیم، میگم رسول الله ای تو گفت، در حالی که رسول الله اصلا دوتو نگفته.
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. زبان را به اجازه ندیم که بگیم حلال است یا حرام است. ما خود گاهی اوقات میشه در یک مجلس میشه نه حرام است نه حلال است، اجازه نداریم. حلت و حرمت یک چیز که یک چیز حلال میشه یا حرام میشه به دست خدا هست، به دست ما تو نیست. زود فتوا نده. رسول الله میگه من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که پشت من رسول الله دروغ میگه جایگاه خود را در دوزخ در جهنم آماده کرده، نشستگاهی از این انسان جایگاهش در جهنم. نباید پشت الله و رسول الله دروغ گفته شود، نباید به مردم دروغ گفته شود، نباید دروغ به فکر مردم تزریق شود، نباید دروغ نشر شود. گاهی وقت یک خبر در صفحات اجتماعی نشر میشه، ما دوست داریم که اول از صفحه به نشر شود. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. برای یک انسان همینقدر، برای دروغ یک انسان همینقدر کفایت میکنه که هر چیز شنید نشر کنه. حدیث رسول الله همینقدر دروغ برای انسان کفایت میکنه که هر چیز را شنید نشر کنه. یک دفعه تحقیق کده عمرت شاید دروغ باشه، نشو که نشر دروغ را، انتشار دروغ توسط موبایل تو صورت بگیره، توسط دست تو صورت بگیره، توسط نشریه تو صورت بگیره، توسط فیسبوک و یوتیوب تو صورت بگیره، دروغ را نشر نکنه. بین با خود تصمیم بگیریم که یکی از صفات مسلمانی واقعی که امروز در درس بیان میشه راستگو بودن است. راست میگم، راست میاندشم اگرچه به قیمت جان من تمام شود. درست است که گاهی اوقات در بعضی موقعیت ها مصلحتی وجود داره، مثلا در جایی که بین دو فرد اگر شما صلح میکنین، لیس الكذاب الذي يصلح بين الناس، میگه دروغگو نیست و انسانی که در بین دو انسان یا دو فرد یا دو گروه یا دو مسجد در بینشان صلح میکنه. مشکل نداره که یک دروغ در بین اینها بگوید. اونها در مورد شما ایتو خوبی ها میگه، اونها در مورد شما ایتو خوبی ها نظر داره، ایتو نظر میگه، این مشکل نداره اگرچه نظر نداده باشن. در این جای باز مصلحت است، اما ایتو نشه که ما هر وقت از این مصلحت استفاده کنیم در هر جای. مصلحت در جایش من بعد با خود تصمیم بگیره که دروغ نمیگه. از ویژگی های مسلمانی واقعی هست دروغ نمیگه، راست میگن، صادق هستن. با یادتان باشه انسان دروغگو شاید تمام دنیا را بگرده، انسان خائن شاید تمام دنیا را بگرده، شاید هر در داخل شود، ولی پس برگشته نمیتونه، پس برگشته نمیتونه، پس امو رویی که قبلا با تو داشت روی نمیداشته باشه، پس امو انسانی که قبلا دیروز بود امو نیست، باز نمیتونه که سرش اعتماد کنه. باز اگر بگه که مرا گرگ خورد، باز کسی بلن نمیشه که فلان نفر گرگ خورده. دوم ویژگی مسلمانی واقعی هست که فریب نمیده و خیانت نمیکنه. بیشتر گفتم که مردم را گول نمیزنه. حدیث 146 مسلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید، دقیق متوجه باشن، من غشنا فلیس منه، کسی که با ما خیانت میکنه از جمله ما نیست. محدثین میگه اگر در احادیث کلمه یا جمله فلیس منا استفاده میشه دقیق متوجه باشن که او گپ خیلی خطرناک است. رسول الله میگه از ما نیست. ما خیلی افتخارانه الحمدلله میگیم که امتی کیستی؟ ما چی میگیم؟ امت رسول الله. خیلی افتخارانه الحمدلله. اما رسول الله چی میگه؟ کسی که خیانت میکنه از جمله امت من نیست. کسی که فریبکاری میکنه از جمله امت من نیست. کسی که مردم را گول میزنه، فریب میده از جمله امت من نیست. خوشحال نباشه، خود را پشت رسول الله منسوب نکنه، از آدرس رسول الله، از آدرس امتی رسول الله به کسی خیانت نکنه، به کسی ضربه نرسانه. پیامبر یک روزی در پیشروی یک دکان میگذره، یک جای گندم روی زمین هست یا یک کدام چیز دیگه هست، پیامبر دست خود داخل میکنه که سر گندم خشک زیرش تر هست. گفت چرا ایتو کرده؟ گفتم ایتو یک بهانه ای کردم دکاندار. رسول الله گفت من غشنا فلیس منا، در جان مردم زدن امیر گفته میشه که زیرش تر سر خشک، زیرش میوه های بد سرش خوب. او روزم یادواری که بادنجان در پلاستیک سرخ بیاندازم که خوب از دور سرخ پخته معلوم شد.
سیبر در پلاستیکای زرد بیاندازیم که از دور خوب پخته معلوم شه. قوطی جور کنیم برای چیزی، تاریخش را جدید کنیم، ولی درونش تاریخش گذشته. هر چیزی که باشه خیانت هست، امت رسول الله ایتو نمی کنه. ولی متاسفانه خصوصا در این وطن ما و شما، هر کس به اندازه توان خود خیانت میکنه، از چوکی نمبر اول گرفته تا پایین ترین چوکی، هر کس به اندازه توان خود خیانت میکنه. خود 91 هر کس به اندازه توان خود. او روز مصارف بعضی کسا بر آمدم که قدر مصارف داشته، دفترش قدر مصارف داشته، باید یک یرازیدان را میورده که رو میخون که چند خانده میشه. ولی یک کارگر ما شما ماشش روزانه کارش 200 بونه 300 بونه. هر کس باندازه توان خود خیانت میکنه. رئیس خیانت میکنه، وزیر خیانت میکنه، والی خیانت میکنه، دکتر خیانت میکنه، انجینیر خیانت میکنه، عالم خیانت میکنه، قاری خیانت میکنه، دعوتگر خیانت میکنه، من خیانت میکنم، تو خیانت میکنه، به استثناء انسان های خوب. چرا یک مسلمان فکر خیانت را داشته بود؟ چرا؟ آیا خبر دانه که رسول ما صلی الله علیه و سلم می فرمایی حدیث مسلم هست، حدیث 3268، لکل غادر لواء یوم القیامه، لکل غادر لواء یوم القیامه، از برای هر خائن، از برای هر فریبکار در روز قیامت یک پرچم در سرش نصب می شه. هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان، این خیانت فلان شخص است. چقدر لوحه های یا تابلوهای یا بیرق های یا پرچم های خیانت در سر انسان های خیلی امینی که در دنیا خود را امین نشان می دادن در روز قیامت نصب خود. حتی در حدیث آمده که در روز قیامت عمو چیزی که انسان خیانت کرده باشه سرشانه ایش می باشه. میگه گسفند، حتی دمی لفظ آمده، گسفند سرشانه ایش است، گسفند صدا میکنه. چقدر شرم خود بود. او کسایی که گسفند را نه بلکه دنیای مردم را، منافع ملی مردم را سرشانه ها بار کردن، چه قسم خواب بردن. روز کسی گفت در تورخم یک واکسین کرونا 4000 افغانی است. کار یک کراشیوان یک روزش که در ضرب 30 روز کنه 4000 افغانی نمیشه. قبلا خب باید تب لرزه میداشته، گلودردی میداشته، بعد از او تست میشده. هر کسی که میگذره باید تست شده، 4000 افغانی باید بپردازه، 5000 افغانی باید بپردازه، یک تست. یعنی میبینیم که خوب آدم ها نیسته. لکل غادر لواء یوم القیام، از برای هر خائن در روز قیامت یک لواء هست، یک پرچم سرش نصب هست. دکتر سه محترم، من که چیزها را میگرم که بروز نام کس را میگرم، دکتر و انجینیر و قالی و ملا، استثناءات هست، من کل گره نفیه نمی کنم، انسان های خیلی خوبی وجود داره، به اندازه انسان های صادق وجود داره که با خود خیانت میکنه و نمیگذاره که با تو خیانت شود. این تو انسان ها وجود داره. ما منکری تو انسان ها نیست. دکتر سه محترم، مریضی که نزد تو میه او تا به نزد تو که رسیده خیلی جنگ ها را سپری کرده تو رسیده، زحمت کشیده که پول لابراتوار را پیدا کنه، ولی خیلی سخت است که فی 300 افغانی لابراتوارش، معایناتش 1000 افغانی، دواش 3000 افغانی. این توانایی رو از کجا کنه؟ درست است تو مسئولیت داره که باید بگیری، اما گاهی اوقات یک درد، یک اندازه درد خوب بر تو پیدا شد کمی نداره. او کسایی که داره بگه هر چقدر که توانایی، متخصص هستی، حقش داره، زحمت کشیده، اما او کسی که تمام درآمدش، درآمد یک ماهش 5000 افغانی است، تو رو در یک نسخه و یک لابراتوار میگیری، خیانت نیست؟ فیصدی میگیری، خیانت نیست؟ یک دفعه فیس، یک دفعه از دواخانه فیس، یک دفعه از لابراتوار فیس، یک دفعه از فلان جا فیس، خیانت نیست؟ چند دفعه میگیره؟ انجینیر سر گرامی، تقوای انجینیری حفاظت بکن.
پروژه که به تو سپرده میشه. چیز نمبر بدل را نمبر دو رو کار نکو که باز او تأسیسات میشکنه، در هم میخوره، تخریب میشه. میبینیم که انجینیر هم تقوا کار داره. عالم گرامی، باید دین خیانت نکن. قوی ترین خیانت، خیانت عالم دین هست که او خیانت کنه، چون این ضربه به اسلام میزنه، این ضربه به ریشه مسلمان ها میزنه. نباید خیانت بکنه. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید، مسلم روایت کرده حدیث 233، میگه هر بنده ای که خدا رعیتش را به او بسپاره، و هو غاش لرعیته الا حرم الله علیه الجنه. خب دقیق متوجه باشه، کدام رعیتی که به یک انسانی، به یک گروهی، به یک مسلمانی سپرده میشه، نسبت به او انسان یا نسبت به او گروه یا نسبت به او زیردستایی خیانت میکنه، الا حرم الله علیه الجنه، بهشت سرش حرام میشه. زیردستت کی قرار داره؟ در خانوادهت زیردست داری؟ در دکانت زیردست داری؟ چوکی که نشستگی هستی اوج زیردست داری؟ لکل غادر لواء یوم القیامه، بهشت سر زیت انسان های حرام است که بالای زیردستای خود خیانت میکنه، نسبت به زیر دستای خود خائن هست، حرام است بهشترشان. حدیث رسول الله هست. در چوکی که نشستم خدا را فراموش نکنه. من یک روز یک جایی چند سال قبل پاسپورت میگرفتم یا تذکره بود نمیفهم، در یکی از دفاتر رفتم، یک شخص قبل از من بود، من بعدش استاده بودم، انسان معلول بود، معلول بوده انسان. او را میگه تیره چرا کاپی نکرده همراه پای شلت؟ خیلی گپ خطرناک است، ولی انسان های خوب موجود داره، انسان های صادق موجود داره. سلام با اوت انسان ها باشه. ای تکان دهنده است تو گپ، گپ خطرناک است. جایی که بلند نشستم، قدرت توانایی پردم پیدا کردم، از ما که یک قدرتمند دیگه فوق همه قدرت ها وجود داره، باز ذلیلت میکنن. باز روز فرا میرسه که دست تو به نزد او دراز میشه. تلک الایام نداولها بین الناس، این روزهایی است که در بین مردم دست بدش میشه. روزها هست، شهور نیست، ماها نیست. تلک الایام آیات قرآن هست. این روزها است که دست برسه، یک روز تو بلند، دیگر دیگه انسان ها بلند. معلم صاحب گرامی، با محصلین و متعلمین خیانت نکن. میگه معلم سب دستم کنه برای ما فکایی میگه، از پرسان میشه. و هو غاش لرعیته الا حرم الله علیه الجنه. محصل صاحب گرامی، متعلم صاحب گرامی، در مدرسه و در مکتب و کرس و پانتون نقل نکو، خیانت است. ابن حزم رحمه الله میگه کسی که در امتحانات خیانت میکنه، نقل میکنه، خیانت است و مسلمان نمیزیبه. تو از آدرس یا من از آدرس فریبکاری که به یک جای برسیم بازو سقوط میکنه، از آدرسی که ما فریبکاری میکنیم بالاخره سقوط میکنه و سقف رو میریزه، این دوامدار نمیباشه. پس دومین صفت مسلمانی واقعی هست که فریب نمیده، انسانها رو خیانت نمیکنه. با خود تصمیم میگیریم که فکر خیانت رو نسبت به یک مسلمان نداشته باشه، فکر خیانت ره. چه برسه به این که ما تصمیم یک خیانت رو باید کسی بگیره؟ خیانت برکت نداره، فریب برکت نداره، فریب نشونمو نداره، بزودترین فرصت سقوط میکنه. سومین صفت مسلمان واقعی هست که از فحش و ناسزا، بد گفتن به دور هست، اجتناب میکنه. ابن مسعود حدیث از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم روایت کرده، میگه سباب المسلم مسلم فسوق، دشنم دادن با مسلمان فسق. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي. مسلمان تعنا دهنده نمی باشه، مسلمان فحش گوینده نمی باشه، مسلمان دشنام دهنده نمی باشه. ولی گاهی خود شما در بعضی خانواده ها شاید دیده باشن طفل را که صدا میکنه، یک دفعه دشنام میده باز بعد صدا میکنه، پر پدر فلان، پر پدر فلان. قابلیتی از این نداره که گفته شه. ولی بعضی کسا افتخار نمیده. چه زو فرزند در آینده چی تقاضا داری؟ رسول الله میگه مؤمن ای تو نیست،
مؤمن جور دیگه می باشه، طور دیگه می باشه، قسم دیگه می باشه. لیس المؤمن بالطاعان، مؤمن تعنده هندن است کسل تعنه منی، لعنت گویندن است، لعنت به فلان، لعنت به فلان. آیا خبر دارین اسلام ما دینی هست که اجازه نمیده که با یک کافر مشخص زنده لعنت بگویی؟ دقیق شدین؟ اسلام ما اجازه نمیده که با یک کافر مشخص، یک کافر هست مشخص، تو بگی لعنت بالای فلان در حالی که زنده هست، اجازه نداره. چه برسه به یکی ما در کامنتان نشته کنیم لعنت بالای فلان، لعنت بالای فلان، لعنت بالای فلان. یکی گروهی از ظالما را اگر کس لعنت میکنه مشکل نداره، لعنت به ظالما، لعنت به دزدا، لعنت به خائنین، هیچ مشکل نداره. اما مشخص کافر را اجازه نداره. اسلام دینی هست که پاک هست، استوار هست، ثابت هست، شفاف هست، زلال هست، روشن هست، روشنگر هست. از کدورت، از بدی، از سیاهی، از تاریکی، از چیزا را نمیپذیره. حتی رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید، حدیث را بخاری روایت کرده، زنده ها را خونگ و چیز، مرده ها را اجازه نداره. لا تسب الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. مرده ها را دشنام نده. کسی که از دنیا رفت از پشتش بهشت و جهنم ایش را شما قلم نزنید. نمره بهشتی بودن دوزخی بودنش شما نده. دوزخ رفت، مردار شد. یکی کسی که بی ایمان رفته باشه رفته دیگه، اما کسی که برای تو معلوم نیست تو کی بوده اجازه نداره. اسلام برات اجازه نمیده. لا تسب الاموات، حدیث رسول الله است، مرده ها را دشنام ندن. چرا؟ فانهم قد افضوا الى ما قدموا. اونها عمل خود پیش فرستادن، با عمل خود مواجه میشن، نه با شما. دین ما هست، اسلام هم تو میگه نگو ناسازا، اجتناب کن از ناسازا. این در جای معلوم میشه براتون که یک روز یک جای رابندان باشه، بازم شیشه موترتون یک دفعه پایین کنه، باز معلوم میشه که مسلمان واقعی چقدر هست و مسلمان غیر واقعی چقدر هست. مسلمان واقعی چقدر هست؟ کجا مسلمان های واقعی هست؟ مسلمان واقعی و جامعه اسلامی و جامعه اینه که دو جامعه خیانت نباشه، دو جامعه فریب نباشه، دو جامعه دشنام نباشه، دو جامعه ناسازگویی نباشه، دو جامعه فریبکاری نباشه، دو جامعه غدر نباشه، دو جامعه ظلم نباشه، دو جامعه استبداد نباشه، دو جامعه خونریزی ناحق نباشه، دو جامعه کسر گل زدن نباشه، دو جامعه احترام باشه، دو جامعه عطوفت باشه، دو جامعه مهربانی باشه، دو جامعه صمیمیت باشه، دو جامعه همدلی باشه، دو جامعه همدیگر پذیری باشه، دو جامعه ایثار باشه، دو جامعه فداکاری باشه، دو جامعه رو به روی همدیگر صحبت کردن باشه، نه پشت به هم کردن. او جامعه جامعه اسلامی است. مسلمان واقعی و غیر واقعی را یک دفعه در صف نانبایی معلوم کن. تو ای حوصله داره؟ در نوبت دکتر در انتظار خانه معلوم کن که ناسزا میگه یا خیر. در جای در خط ریل یا موتر یا تیاره یک جای استاد هستن میرن دو جایم دشتان با یک دیگه الا حرکت و الا که ناوقت شد تیاره یک کلو اضافی بار را اجازه نمید چی برکس جای تو رو کسی بگیره. ما بارها در سخنرانی رو یادآوری کردیم که خوب مردم نیسته. یه شاید بعضی کسا خفه شد. خوب مردم نیسته. اسلام از ما خیلی تقاضا داره فقط خوب باشیم. خوب. به خاطر خود به مردم ضرر نرسانه. به خاطر رسیدن منفعت به تو یا نفع به تو برسه به دیگه مردم ضرر نرسانه. مسلمان خوبی نمیاد. دیروز یک سخنرانی یادآوری کردیم. از ما خیلی تقاضا نیست که خیلی اعمال نیک انجام داده برویم. خیلی اعمال نیک. فقط بد نباشه. بد نباشه کفایت میکنه انشاءالله. ابو هریره روایت میکنه میگه روز رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم یک مرد شرابی و شرابخوار را دید، شراب خورده بود. رسول الله به چند تن از صحابه امر کرد که بزنه نیره شرابخوار را. شراب خو ممنوع از حرام هم. گفت بزنه نیره. چند تن نیره یک کمی نرم کردن به اصطلاح. یک شخصی از دور صدا میکنه خدا تو رو رسوا کنه، خدا تو رو رسوا کنه. رسول الله میگه مه لا تعین علیه الشیطان، شیطان را به این کمک نکنه، کفایت میکنه میقدر میقدر درد بس شست که تو باز میگه خدا تو رسو کنه. عزیز آخرتر اجازه نداری ناسازا نگو. در حج که میری برای ما درس از فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج که رفت اونجا بدگویی نکنه. روزدار که کسی روزدار هست کسی که بر تو اذیت میرسونه چیزی برات میگه تو برش بگه این نسای من روزدار هستم من بد نمیگم. درست پیش من یک جای برنامه داشتم
بین خودمانی بود برنامه. بعد از برنامه خلاص شدم، یک کسی در واتساپ ما پیام روان کرد، دینم داشتم داده بود، اسلام داشتم داده که کارا رو نکنم. ما گفتم تشکر گرامی، هیچ پیامش نامده که چی شده مرا. من باید تموتو میگفتم، من باید تموتو زشت، من باید رسول الله رو میکسم معرفی میکردم که من امت رسول الله میتو داشتم دیگه نستم. هرگیز نه، والله قسم با اخلاق خود تسلیمتان میکنم. و تسلیم کردم خیره. من یک روز قصه یک مسیحی رو کردم براتون. اما شش سوال که گفتم، شش سوال از من کرد. من بعد از اون مرا گفت که خیلی اهل حوصله است، گفتم دین ما میتو دین حوصله است، دین ما دین داشتم نی، دین ما میتو رسول آخر مسلمان شد. گفتم دین ما دین حوصله است، خیانت نیست در دین، در دین فریبکاری نیست، در دین درویگی نیست. من ناسازا نمیگم کس. بین ناسازا نگویم، بین بد نگویم، بین توسط زبان خود مردم را شکار کنم، قلبشان را شکار کنم، در قلبشان جای بگیرم، تا اون نفر مقابل با تو خیانت نکنم. جامعه ما آری از خیانت و بدی و زشتی و دشنام چیزا باشه، این خوب باشه. خیلی سر جای اگر موتر ما تو پس مون، کم پس ما خود را عقب بکشم، نفت را یک ذره کنترل بکن، خیلی سر کسی دیگر پیش شد. ناسازا نگویمش. روزی پیامبر یک جای نشستگی است، یک بادیه نشین صحرا نشین نزد پیامبر میه، میگه چند مال به من بده. ای محمد می تو با بی ادبی برای کم مال بده؟ گفت بگی. خب دقیق متوجه باشین، پیامبر هست، ما امتش هست. گفت بگی. مال برش داد. گفت آیا ما به تو خوبی کردم؟ گفت نه، هیچ خوبی نکردی، اصلا خوبی نکردی. اگر ما تو رو کسی تو بگویه ما قدرت کار دارم، یک دقیقه صبر. ما دیگه قهرمانی ما می جای معلوم میشه، کمی صبر، یک دقیقه صبر که من خود را معرفی کنم برات. خود تو خود را معرفی میکنه. گفت نه اصلا خوبی نکردی. صحابه از جای خود بلند شدن که بعضی کسا هم قهرمانی خود را نشان دادن که یک دفعه صبر که پیامبر که من را یاد بدم خوبی کردی یا نکردی. میتونی نیست پیامبر میگه جایتان باشه، در جایتان باشه. پیامبر در خانه میبره، در خانه که چیزی داره مورم کم کم به این میبخشه، میگه به تو خوبی کردم. باز برای بادنشین میگه، میگه بله خدا از تو از خانواده ات راضی باشه. آل راضی شو. پیامبر اینو میگه، میگه فردا در جلسه بیا صحابه با ما نشستگی باش، همی گپ به صحابه بگه که او روز یک گپ زشت برشان زدی و اونا رنجور شدن، رنج دیدن. فردا بیا که در یک جلسه ما نشستگی باشیم، اینمی جمله را برای ما بگو تا اونها پس خوشحال شن از خاطر من، از خاطر اصحاب که اونا آزرده هستن از تو. دیگر روز آمد، رسول الله برش گفت با تو خیبه کردن. گفت بله خدا از تو از خانواده ات راضی باشه، همی تو مردمای موجود داره، خدا از تو از خانواده ات راضی باشه. گاهی اوقات بعض دعاها به اصطلاح ما شما خیلی خوب میچسبه. یک از بزرگوارا قسم میکرد، گفت ما در سفر حرمین در خانه کعبه در طواف کسی چیز خود را گم کرده بود، یا در مسیر کدام راه کسی آدرس را نمیفهمید، افغانی خود ما شما بود. گفت آدرس را نمیفهمید، از من آدرس پرسان کرد، از من آدرس پرسان کرد، من آدرس برش دادم. گفت خیلی خوشحال شد. گفت زه حجون دی پنصیب سه، حج ها نصیبت بود. او هر سال حج میره، نفر حجون دی بنصیب سه. این جمله از سه کلمه اضافه نیست، از عمق قلب سرمنشا گرفته. ناسازا نگوییم مردم بر صفت مسلمانی واقعی نیست. زبان خود کنترل کنه. چهارم صفت مسلمانی واقعی هست که ظلم نمی کنه. من دیشب یک ویدیو رو دیدم، خیلی خطرناک، خیلی رنجم داد. یک طفل در پهلوی یک قبر میگرده، میگه بابا بابا، نمیفهمه که او بابا دیگه نیست. از چقدر مردم و باباهایشان ازش گرفت، با 20 افغانی، به خاطر 20 افغانی. چقدر آسان شده آشامیدن خونی مردم، چقدر آسان شده. و ایرم بایادتان داشته باشه، مسلمانی واقعی همو اندازه که به عدالت متوسل هست، از ظلم ستم به دور هست. چون همیشه عدالت اندیش است، طرف عدالت در حرکت است، عدالت میکنه، ظلم نمیکنه.
رسول الله میگه اتقوا الظلم، از ظلم دور شید، پروا کنید، از خدا بترسید. فان الظلم ظلمات یوم القیامه، این ظلم که امروز میکنه تاریکه ها در پی داره، چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد، گر بسوزد شبی سوزد، والله شب دیگر نمیسوزد. دستتو منو بگیرن از ظلم، اگر از ابتدا بزرگ هستی یا خورد دست ظلم نکو با مردم، که روز فرا میرسه که زیر دستی ازی قرار میگیری. خیلی مردم ایتو کردن. مسلم حدیث روایت کرده، حدیث 4674 حدیث قدسی هست، رسول الله از الله روایت کرده، حدیث قوی، حدیث خیلی ناب. رسول الله از الله روایت کرده، یا عبادی اینی حرمت الظلم على نفسی، ما ظلم را بالای خود حرام کردیم. الله میگه اینی حرمت الظلم على نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالم. ما ظلم را بالای خود، خدا بالای کس ظلم کرده؟ و ایره در بین شما حرام قرار دیم که ظلم حرام است، فلا تظالم، ظلم نکنه. سر یک دیگه ظلم نکن. المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان هست. امروز دستش به تو دراز شده، امروز ضعیف هست. یک داستان رو براتون بیان میکنم. یک روز یک شخص از پهلوی شخص دیگه میگذره، یک شخص به هر کسی که از نزدش میگذره ایتو میگه، میگه هر کس مرا ببینه بالای هیچ کس ظلم نکنه. خب دقیق متوجه باشه، ایره به ظالمان میگه، هر کس مرا ببینه بالای هیچ کس ظلم نکنه. دستش قطع است از بند دست، از شانه قطع است. هر کس مرا ببینه بالای هیچ کس ظلم نکنه. یک شخص نزدی از این شخص گفت خیرت باشه، چی گپ است که تو برای مردم گفته روان است؟ هر کس مرا ببینه بالای هیچ کس ظلم نکنه. گفت یک روزی از یک جایی میگذشت، این در اصل سکرتر پادشاه بوده، کسی که پادشاه همیشه میگرده، از یک جایی میگذاشتم، یک ماهیگیری از یک دریای ماهی میگرفت. گفت ماهی را گرفته بود، داخل یک چیزی انداخته بود. گفت دم سیر را من ازش گرفتم. او برای من گفت کمی پول زیر به من بده، من نفقه فامیل میکنم که به فامیل من برسه. گفت بروی یک چیز دیگه برات پیدا کن، مسخره کرد من، بروی یک چیز دیگه برات پیدا کن. گفتم ماهی از زیر گرفتم. گفت دم سیر رای ماهی این ناخون مرا چنگ زد، محکم با دهن خودی را گرفت. ایره که گرفت تا خانه که میرسم دردی ازی خیلی شدید شد. پیش از که گپ را بیان کنم، امی کسی که ماهی ازش گرفته شده، ای در این ویخ دعا میکنه، میگه خدایا ای از ضعف ما استفاده کرد، تو قدرت تا برای نشان بده. دقیق متوجه باشه، ای از ضعف ما استفاده کرد، از ناتوانی ما استفاده کرد، خدای قدرت و قوت و توانی تا به این نشان بده. خدا باز میتونه که قوت خود را توسط یک ماهی که در دستت است نشان بده برات، من اینقدر قوی هستم، سر مردم ظلم نکنه. ناخونش میگیره، درد اضافه میشه، به دکتر مراجعه میکنه، دکتر میگه ناخونت قطع میشه، این یک مرض ساری است، اگر این قطع نشه تمام دستت فرا میگیره. این قطع کرد، گفت درست است، خدای از ضعف ما استفاده کرد، این در ذهنش میگذره، تو قوتت برش نشان بده. اینا خونش قطع شد. بعد از او چند وقت بعد این ساهای دست زیر درد گرفت، تا بند دست برای درد گرفت، برای دکتر میره، دکتر سه موترم دست مرا درد گرفت، گفته اگه این قطع نشه و تو آرنج باید قطع شد، این دستم قطع نمید. دعا خوب یادتان است، خدای از ناتوانی ما استفاده کرد، قدرت خود را به این نشان بده، دستشم از بند دست قطع. دیگر روزی ساها را درد گرفت، تا به آرنج ها رسید، نزد دکتر میره، میگه از آرنج باید قطع شده، غیر صورت تا شانه میرسه، گیرم قطع کرد. دیگر روز فرا رسید که باید از شانه قطع شوه. دیگر روز در یک جای افتاده، هر کسی مرا ببینه بالای کس ظلم نکنه. خدای از ضعف ما استفاده کرد، از ناتوانی ما استفاده کرد، خدای تو قوتت برش نشان بده. او کسی بیگناهی را که میکشه، او در خانه اطفال داره، اگر خدا نمیترسی طرف اطفالش متوجه باش. وقتی که دست بلند میکنه، اگر خودت ظلم میکنه بالای ای تو انسان، متوجه خانوادهش باش که خیلی مردم امیدوار این شخص نشستگی هست.
ظلم نکنم بالای مردم. بیاد باشه ای ظالما بشنوه، هر کسی که ظالم است از رأس گرفته تا پایین ترین، حتی عالم و قاری و ملا و دکتر و انجینیر و رئیس، بیادتان باشه چشم تو اگر میخواهد در مو وقت باز چشم مظلومین باز میشه. خدا باز نمیخوابه، بازو چی خواد گفت؟ شاید چشم تو بخوابه، آرام بخوابه، ولی چشم مظلومین باز هست، چشم یتیم ها باز هست. بازو که از ضعفش استفاده کرده، باز خدا قدرتش برش نشان میده. نکنم ظلم، کفایت میکنه ظلم، بس از ظلم. ما اما ناتوانترین افراد ما امروز در هنچ قرار داره. خدا ذات انتقام میگیره. تنها در غفاریت خدا خود را فریب ندیم، تنها در ستاریت خدا خود را فریب ندیم. یک نام الله، یک از صفات الله، از ویژگی های الله انتقام گرنده هست، انتقام میگیره. ان الله عزیز ذو انتقام، ان بطش ربک لشد. گرفت خدا خیلی سخت است، گرفت خدا خیلی سخت است. و كذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى ان اخذه اليم شديد. گرفت خدا خیلی دردناک و خیلی شدید است، خیلی کسا رو گرفته. فرعون کجا هست؟ نمرود کجا هست؟ ابو جهل کجا هست؟ امیه بن خلف کجا هست؟ خیلی انسان های مستبد و مستکبر متکبر ذلیل شدن و زیر پا افتادن. پس از ویژگی های مسلمان است که به عدالت متوسل میشه، از ظلم دور میشه. دیگه از ویژگی های مسلمانی است که به مردم نفع میرسانه و ضرر نمیرسانه. وافعل الخير لعلكم تفلحون، کار نیک انجام بدن تا شما رستگار شوین. سوره حج آیه 77، کار نیک انجام بدن تا الله شما رو به رستگاری برسانه. هر روزی که آفتاب طلوع میکنه، حدیث رسول الله است، حدیث مسلم روایت کرده، حدیث 1677، هر روزی که آفتاب طلوع میکنه رسول الله میگه بالای تو یک صدقه است، بالای بند بندت صدقه است، بند صدقه، بند صدقه کار داره، بند صدقه کار داره، هر بندت بالای شد. شما تشویش نکنید که قدر صدقه است کجا بشه که هر روز من 360 بند دارم، 360 افغانی رو صدقه کنم، 360 دلار رو صدقه کنم. رسول الله چی میگه؟ صلح بین دو شخص صدقه است. شخص را بر مرکب خود سوار شده نمیتونه، او رو سوار میکنی صدقه است. یک شخص بار خود را بار کرده نمیتونه، بارش را بار میکنی صدقه است. با یک شخص یک کلمه نیکو میگی این صدقه است. هر قدمی که به طرف مسجد میری این صدقه است. اذیت را از راه دور میکنی این صدقه است. میبینید که اسلام ما چی میگه؟ خب دقیق متوجه باشین، هر قدمی که به طرف مسجد میرین صدقه است، و هر چیزی که از راه چیز اذیت کننده را از راه دور میساز این صدقه است. اسلام ما نماز را در پهلوی کارهای عام المنفعه قرار میده. توجه شدین دقیق؟ هر قدمی که به طرف مسجد میزنی صدقه است، و هر چیزی که از راه را اذیت کننده از راه دور میکنه برای صدقه است. رسول الله میگه، حدیث مسلم روایت کرد، حدیث 4745، لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. گفت ما شخص را در بهشت دیدم، رسول الله خودش میگه، لقد رأيت رجلا، ما یک شخص را در بهشت دیدم، چی عمل را انجام داده بود؟ یک درخت را از راه قطع کرده بود که او درخت مردم را اذیت میکرد. شاخچه درخت را قطع کرده بود که شاخچه مردم را اذیت میکرد. توسط نماز؟ نه، از راه اذیت کننده را دور کرده بود. به این معنا که ما نماز نخونیم کارهای عام المنفعه را شروع کنیم، به این معنا نیست. یعنی اسلام در پهلوی عبادات کارهای عام المنفعه را قرار میده که به مردم نفع برسانه، به مردم اذیت و ضرر نرسانه. تبرانی حدیث روایت کرده، حدیث 7537، میگه کسی که در پی برطرف کردن حاجت یک مسلمان باشه، از 10 سال اعتکاف ثواب داره، بیشتر ثواب داره. 10 سال اعتکاف، که یک جای کسی اعتکاف باشه 10 سال، از این کرده که یک حاجت یک مسلمان را برآورده بسازه. یک کسی آدرس را نمیفهمه، آدرس باشه. یک کسی آدرس دکتر را نمیفهمه، آدرس دکتر را برش بگه. یک کسی خون کار داره، آدرس خون نمیفهمه که فلان جا خون هست، من مریض دارم در شفاخانه. یک کسی یک امضای تو رو کار داره، امضای تو رو بگو. یک کسی تو رو خوب میشناسه، اما کارش رو بگو که نفر رو تو خوب میشناسه، رو معرفی کن به اون شخص. کارای خوب است. این نفرسانی از گاهی اوقات یک کار یک ساله یک انسان با یک تماس تو صورت میگیره. یک تماس با یک کس، یک زنگ بزنه که می کار از یک شب خوب است، ده نفع مردم است، ده خیر مردم.
شخص نزد پیامبر آمد به پای مکه من عجله نکنه ان شاء الله. شخص نزد پیامبر آمد گفت یا رسول الله، گفت من در خانه خود چیز ندارم، کدام خوراک باب چیزی ندارم، اگه به من چیزی ببخش. در خانه همسرای خود، اول در خانه خود رسول الله مردم روان میکنه، در خانه همسرای خود عایشه و خدیجه و زینب و کسا مردم روان میکنه که برو چی هست، او که میره میگه یه چیزی نیست، قضا بخور ما یا تنها آب نوشیدنی هست، فقط برای نوشیدن دیگه چیزی وجود نداره، خانه رسول الله هست. بعد از پس میگه در خانه چیز نبود یا رسول الله. اصحاب خود میگه کی کسره امشب کی نان میده کی تعام میده، یکی دست بلند گفت یا رسول الله نه. و ای هم کسی هست که در خانه یعنی چیز نیست، دقیق متوجه باشه کار منفعت نفرسانی به مردم به این اندازه ارزشمند است. ما هستم یا رسول الله. ای که میره زیجه در خانه میره میگه چیزی هست، نه چیزی نیست، فقط اما قدر چیزی هست که طفلای ما تو دوسه کودک که داریم امو بخورن، اما قدر چیزی هست خواه نیست کفایت همی هم درست هست. گفت یک کار کو ایسا رو فداکاری رو ببنه، مسلمانی رو ببنه. گفت یک کار کو شب که مهمان میه نان رو آماده کو، اطفال رو بخوابان، اطفال رو بخوابان که مهمان خوب سیراب شد و که رسول الله خفه نشه، رسول الله زرده نشه. شما این صحنه رو تصور کنین، همین صحنه رو در ذهنتون کی در کدام حالتی بوده باشه، یک دفعه در آشپزخانه برو، یک دفعه در خانه بی، یک دفعه در دهلیز با همسرت چیز ره این سخنا رو مبادله کو که متوجه باش که اطفال باید خواب باش که دیگه مهمان سیراب شه. چقدر عمیق مسلمان بودن، چقدر خوب مؤمن بودن. نان رو آماده میکنن میگه یک چیز کار دیگه هم کو، ما تو نمیخوریم. نان که بالای دسترخوان گذاشتی برقا رو خاموش کن، چراغ رو خاموش کن، چراغ خاموش کن، ما تو فقط ایتو نمایان میکنه که ما نان میخوریم، اما متوجه باش که با کاسه دست نبره که مهمان سیر شه و گرسنه سیراب شه. همین حالت است که نام از فقط دست میزنن به کاسه و این نان خوب سیراب میشه. مهمان صبح وقتی که نماز میره رسول الله صحابی رو صدا میکنه، اون صحابی که شب مهمان داشت گفت بیجه، گفت از این کاری که با مهمانت امشب کرده خدا زد راضی شد. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاص، آیه نازل شده گفت ها ایثار دارن، فداکاری دارن. ایثار ایره گفته میشه کسی دیگر بالای خود ترجیح بده به نفع به اون نفع برسه. گفت خدا زد راضی شده امشب. و آخرین ویژگی مسلمان این است که کسی مسخره نمیکنه، کسی به باد تمسخر نمیگیره، کسی توهین نمیکنه. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، همین قدر شر برای یک انسان کفایت میکنه کسی مسخره، روی کسی را، صورت کسی را، قوم کسی را، پدر کسی را، مادر کسی را، نسب کسی را، روی صورت و اعضای کسی را کسی مسخره نمیکنه. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر، کسی را مسخره نکن. ابوبکر رضی الله عنه میگه هیچ مسلمان را کوچک نشمارن، به خاطر که کوچک مسلمان نزد خدا بزرگ است. دقیق باشه، کوچک مسلمان نزد خدا بزرگ است. یک روز یک کسی که مسئولیت زندان را داشت، شکنجه زندانی ها را داشت، مسئولیتش را به عهده داشت، یک روز یک مسلمان یک جای زندانی است، سرنماز استاد است، این کسی که شکنجه میکنه عذیت میرسانه، این بالای نماز میبینه، بعد از نماز تو مسخره گونه به میگه ای شیخ به من دعا کن، ای شیخ به من دعا کن، مسخره میکنه، هم شکنجه ایش میکنه، ای شیخ به من دعا کن. خوب دعا کرده باش، میگه برو ای تو زمان فرا برات برسه که تو دعا کنی که خدای مرا مرگ نصیب کن، مرگ بالایت نرسه. متوجه شدین؟ ای تو زمان بالایت بیه که تو مرگ تقاضا کنی و مرگ به تو نرسه. ای با یک مرضی مبتلا شد که آنقدر درد رسیده بود، برای مردم میگفت که دعا کنن دعا کنن او مردم که خدا مرا مرگ بده و من از این حالت نجات بیام. نه خیر، زنده باشه و درد باید بکشی. مسخره نکنیم مردم را کم نشمرن. و پای ما تمام شد، اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، اگر نه حق گفته باشم سهم شیطان بوده. ما یک چیز داخلی براتون میگم، از عمق قلب سپاسگزارتون هست. هر قدمتون بالای چشم ما، قسم به خدا سخت خوشحال میشه، هوا خیلی سرد اما مجلس خیلی گرم. هر رو هفته و هر پنجشنبه مسجد دیگه جای نیست امروز. خدا ازتون راضی باشه، خیلی خوب مسلمان ها هست. الله متعال شما را بلند مرتبه بگردانه، سرفراز سر دنیا و آخر سرفراز و سربلند در دنیا و آخرت شما را بگردانه. ما شما که همه قدر کار بکنیم
یعنی می کفایت میکنه ان شاء الله دیتو وقت که دی هوای سر و ایده ی وضعیت نامطلوب شما میین در جای جمع میشن به خاطر شنیدن یک گپی از الله و رسول الله که به شما انتقال میشه در میشنوین ان شاء الله ای امت سرنگون نمیشه شما سرفراز خواهد بودین ان شاء الله الله تعالی استون راضی باشه هر پنجشنبه دوستایتون اجبرین دعوت میکنین در کار خیر در هر موردی که هر جایی بود سهیم باشن با هم و یک اطلاعیه که مسابقه بزرگ فقه احناف و شناخت امام حنیفه رحمه الله الحمدلله ثبت نامش دو هفته اعلام کرده بودم هفته گذشته بود نمیفهمم ثبت نامش به نزدیک به 1000 نفر رسیده و فکر کنم شما عقب مونده منظور من است که بعضی کسا شاید ثبت نام نکرده باشه در این پروسه ثبت نام میکنن و از این عقب نمون که هم فقه را یاد بگیریم فقه امام ابو حنیفه رحم الله عبادات خود را یاد بگیریم و در ضمنش در مورد شناخت امام ابو حنیفه رحم الله بعضی چیزایی را بیاموزیم و این ثبت نامش الی 8 جدی جریان داره دوشنبه 8 جدی روزش 4 روز تمدید شده مکان ثبت نام طبقه ذکور امیجه هست از ساعت 8 تا به 4 هست عصر و از طبقه ناس مدرسه عایشه صدیقه نزدیک جامع الیاس طبقه ناس اوج میباشه اشتراک بکنن و این نشراتش که در صفحه فیسبوک نشر میشه شما میره نشر بکنید این کاغذ آماده است این کاغذ براتون داده میشه یعنی اعلانات مسابقه است اینو هم خودتون استفاده کنید هم به کسایی که اهل قلم و دانش اهل علم هستن به اونا برسونید و در مساجدتون دوستا و رفقا را در این مورد تشویق بکنید تا از زمستان یک فرصت مناسبی که دیده شده از این فرصت یک استفاده اعظمی و بزرگ کرده باشه از حوصله مندیتون تشکر از آمدنتون تشکر پنجشنبه های بعدی با هم باشیم همگام ان شاء الله دوستای خود دعوت بکنیم اگر کدام گپ خلاف این مجلس گفته شده باشه ما را به بزرگواریتون عفو بکنین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دو رکعت اشراق به اندازه عمره ثواب داره